همه دریا آزان ما کنید روز، دلم دریا شد و دارم به دستم، مکش دریا به خون قربا کنید روز، مکش دریا به خون قربا کنید روز. خب 32 سال قبل در تابستان 67 بزرگترین جوانکشی در تاریخ ایران شروع شد و در یک زمان کوتاه یکی دو ماهه چیزی نظیر نزدیک 3-4 هزار نفر از فرزندان ما در زندانهای جمهوری اسلامی در سراسر کشور کشته شدند و در گورهای دست جمعی به خاک سپرده شدند. من به عنوان مقدمه بسیار کوتاه میخوام صحبت یکی از مادران رو در این رابطه، مادرانی که فرزندشون رو از دست دادن، در این رابطه براتون بخونم. بگذار ببینم خبر دستگیریت را چگونه شنیدم. یادم نمی آید ای مغز بیوفا، تو هم رفیق راه این پیرزن نیستی. مثل این پاها هستی که مدام از رفتن تن میزنند و مرا در عبور از این سنگلاخ یاری نمی کنند. با خیلی از مادرها که مثل خودم گمشده‌ای داشتند آشنا شدم. می گفتند صبر کن، چند ماه دیگر خودشان به شما تلفن میزنند. اگر گفتند بیا ساک پسرت را بگیر، بفهم که اعدام شده است. اما اگر گفتند برو فلان جا لباس ببر، بدان که زنده است. روزهای اول تحمل شنیدن این حرفها را نداشتم. روح از بدنم جدا می شد. نگاه کن، مادر حالا برای تو مثل نقل و نبات از کشتن و اعدام حرف می زند. قلبم مثل سنگ شده. پوستم کلفت شده است. اینها بخشی از دلنوشته هایی که اخیراً در کتابی از آقای مهدی اصلانی چاپ شده. صحبت هایی که با مادران و بازماندگان فاجعه کشتار ملی انجام شده و به صورت کتاب منتشر شده. اگر دوستان علاقمندن میتونن با کانون تماس بگیرن که یک نسخه از این کتاب براشون فرستاده بشه. من صحبت رو کوتاه میکنم، میکروفون رو در اختیار آقای فانی میذارم که صحبتشون رو شروع کنم. بفرمایید. سلام میکنم خدمت شما دوستان عزیز که اینجا حضور دارین. خیلی ممنونم که تشریف آوردین و متشکرم از دوستان انجمن فرهنگی فرزنو برای برگزار کردن این سالگرد فاجعه خونین کشتار تابستان 1367 که یکی از غم‌انگیزترین روزها در تاریخ کشور ماست. روزی که چند هزار جوان بیگناه اعدام شدند بدون ارتکاب هیچ جرم جدید. حتی کسانی که اونها رو قبلا محاکمه کرده بودند و محکومیت زندان به اونها داده بودند و این جوانها سالهای طولانی بعضی از اونها در زندانها بودند، سالهای طولانی در انتظار مرگ زیر اعدام قرار داشتند و پس از اون حکم‌های طولانی زندان رو گرفته بودند، پس از سالها تحمل رنج و شکنجه و درد زندان، به طور بی‌رحمانه‌ای پس از حادثه پایان جنگ و پذیرش قطعنامه 598 توسط رهبران جمهوری اسلامی ایران و به دستور مستقیم آیت الله خمینی، اینها اعدام شدند. این حادثه به اندازه کافی در رابطه باهاش صحبت شده که چه تعدادی کشته شدند. همینطور که دوست عزیزم مسعود گفت، در اون سال متاسفانه حدود 4000 زندانی سیاسی در سراسر کشور اعدام شدند، نه در دادگاه بلکه در مقابله با کمیته‌ای که به منظور اعدام و کشتار به وجود آمده بود. یعنی اصلا دادگاهی در جریان نبود، چون شما در دادگاه وقتی در مقابل قاضی می نشینین یا در مقابل دادستان،
صحبت از محاکمه هست، صحبت از جرمی هست که شما مرتکب شدین. بعد به اصطلاح کسی که مرتکب جرم شده باید از جرمی که کرده دفاع کنه. در اون جلسات کمیته مرگ نه صحبت از جرم جدیدی بود، نه صحبت از فعالیت جدیدی بود، فقط و فقط از افراد در مورد فعالیت سازمان سیاسی که در نقطه دیگری از کشور عملیاتی را انجام داده بود سوالی می‌کردند که آیا شما عملیات مرساد که از طرف جمهوری اسلامی لقب گرفته بود یا عملیات فروغ جاویدان که عملیات سازمان مجاهدین خلق ایران بود، آیا اون عملیات رو قبول دارید یا آیا سازمان مجاهدین خلق رو قبول دارید؟ و سعی می‌کردن به هر شکل ممکن افراد رو به طرفی ببرن که مجبورشون بکنن به نوعی به اصطلاح جوابهایی رو بدن که اون کمیته مرگ تمایل نداشت اونها رو بشنوه و بعد از اون اونها رو اعدام میکردن. و در مورد طرفداران گروه های چپ مارکسیست در ایران تنها سوال این بود که شما نماز میخونید یا از نظر فلسفی چه فکری میکنید، و اگر کسی میگفت من نماز نمیخونم یا به سوسیالیسم یا مارکسیسم اعتقاد دارم یا به گروه سیاسی خودم اعتقاد دارم، اونها رو اعدام میکردن. بنابراین نه دادگاهی بود، نه محاکمه‌ای در کار بود، نه جرم جدیدی کسی مرتکب شده بود، و این کشتار و قتل عام فقط و فقط به منظور انتقامگیری بود که نظام جمهوری اسلامی ایران در پس از صلح مفتضحی که با صدام به اصطلاح مجبور شد قرارداد رو امضا بکنه از زندانیان سیاسی در داخل کشور انتقام گرفت. من یک صحبتم رو بر اساس یک پرزنتیشن به اصطلاح پاورپوینت درست کردم که خیلی مختصر هست، اینجا با شما شیر میکنم اون تصاویر رو و خودم صحبت. الان چطور؟ الان دارین تصویر رو؟ صحبت امروز ما این هستش که چرا کشتار تابستان 1367 اتفاق افتاد؟ بعد همینطور که مسعود هم گفت، به گفته شاهدان عینی که در زندان‌ها بودند و مؤسساتی که سعی کردند آمار زندانیانی که اعدام شدن رو تهیه بکنن، نشون میده که در اون تابستان لعنتی حدود 4000 زندانی سیاسی در سراسر کشور که حکم داشتن به طرف هیئت مرگ برده شدن و اونها اعدام شدن. متاسفانه هیچ خانواده‌ای هیچ کس خبردار نشد که فرزندانشون رو تا ماه‌های طولانی کجا برده بودن، و در بعضی از استان‌ها خبر پخش شد از طریق بعضی از افرادی که در دادستانی‌ها بودن، اما در تهران به طور اتفاقی خانواده‌ها زمانی که به محلی که محل گورستان بود که بیشتر بهائی‌ها رو اونجا خاک می‌کردن، اونجا متوجه به استراد قبر دست جمع قبرهایی شدن که بعد معلوم شد که اونجا محل دفن زندانیان سیاسی اعدام شده هست در شهریور 1367، مرداد و شهریور 1367. چرا این کشتار اتفاق افتاد واقعا در ایران؟ این به نظرم خیلی جای فکر داره که چرا حکومت جمهوری اسلامی ایران به هر بهانه‌ای موفق شد که 4000 زندانی سیاسی رو بکشه در داخل کشور و اعتراضی هم به وجود نیاد. شاید این کشتار به این دلیل اتفاق افتاد که قبل از اون در کشور ما تعداد زیادی اعدام انجام شده. متاسفانه پس از انقلاب
زمانی که همه ما در شور و شوق انقلاب بودیم و خوشحال از اینکه نظام جدیدی انقلابی سر کار آمده و تصور می‌کردیم که آینده بهتری برای کشور ما در حال رقم زدن هست، دادگاه‌های انقلاب اسلامی ایران تحت فرمان آیت الله خمینی شروع کردن به قتل عام سران رژیم شاه. در فاصله بسیار کوتاه یک ساله حداقل حدود 438 نفر از سران حکومت شاه اعدام شدند و متاسفانه در این فاصله گروه‌های سیاسی، فعالین، وکلا در ایران هیچ کس به این جنایت‌ها کمترین اعتراضی نکرد و بسیاری این جنایت‌ها رو حتی خوشحال می‌شدن وقتی این اعدام‌ها رو می‌شنیدن و اینها هیچ کدوم مخفیانه هم انجام نمی‌شد. اینها همه در مطبوعات کشور اسامی اونها، عکس اعدام شده‌ها، عکس زمان به اصطلاح تیرباران اونها رو چاپ می‌کردن و هر روز روزنامه‌های کشور که بیشتر از چند ده هزار، چند صد هزار نسخه در اون زمان چاپ می شدن و در تمام شهرها و شهرستانها و روستاهای کشور پخش می شدن، این عکس ها رو چاپ می کردن و نشون می دادن به مردم و مردم هم هیچ احساس تنفری از دیدن این عکس ها بهشون دست نمی داد به جز خانواده های این افراد که واقعا احساس تنفر بهشون دست می داد. درست در همون دوران ما مواجه هستیم با اعدام بهائیان، ناپدید شدن به اصطلاح رهبران دیانت بهائی در کشور که گروه گروه افراد اونها دستگیر می شدن و بعضی از اونها ناپدید می شدن، بعضی ها رو دستگیر می کردن، محاکمه می کردن و اعدام می کردن و باز جامعه هیچ واکنشی نشون نمیداد جز خود به اصطلاح خانواده های اونها و کسی هم به این مسائل توجهی نداشت. در عرض یکی دو سال در چند ده نفر از بهائیان اعدام شدند و در مجموع در این دوره تاریخی حدود 200 نفر از بهائیان در کشور ما اعدام شدند که هیچ جرمی نداشتند جز این که به دیانت دیگری باور داشتند و اعتقادات متفاوتی داشتند از اعتقادات رهبران جمهوری اسلامی ایران. بعد ما میدونیم که مردم هم نسبت به این اعدام‌ها هیچ عکس العملی نشون نمیدادند و باز بعضی ها حتی خوشحال بودند، بعضی ها به خاطر به اصطلاح گرایشات ضد دینی بهائیتی که داشتن خوشحال بودند، بعضی از گروه های سیاسی هم حتی بودند که به خاطر تبلیغات منفی که بر علیه جامعه بهائی در سالها و دهه های گذشته شده بود و اونها رو به عنوان عوامل و جاسوس جلوه داده بودند، باز اظهار خوشحالی میکردند که جاسوس ها عوامل بیگانه در کشور ما اعدام میشن. بعد نوبت گروه های سیاسی رسید. با استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران در دو سال اولیه در سال 1360 در حقیقت هجوم جمهوری اسلامی ایران و سازماندهی سرکوب گروه های سیاسی به طور جدی و سیستماتیک از اون تاریخ شروع شد و خب ابتدا رادیکال ترین گروه های سیاسی مثل سازمان مجاهدین خلق ایران و بعضی از گروه های رادیکال چپ اونها مورد به اصطلاح تعرض قرار گرفتن و متاسفانه باز هم مطبوعات کشور هر روز پر بود از گزارشاتی که افراد رو 50 نفر، 100 نفر، 200 نفر رو در یک روز اعدام می‌کردن و باز جامعه واکنشی نشون نمی‌داد متأسفانه و کسی نمی‌دید که این اعدام‌ها چه تأثیری در زندگی خانواده‌های این افراد می‌ذاره، چطور افرادی بیگناه به جرم فقط پخش کردن اطلاعیه یا خونه کسی رو خونه شون رو در اختیار سازمان ها قرار دادن یا حتی عضویت در سازمان های سیاسی
که در همه جای دنیا این عضویت در سازمان‌های سیاسی، حتی سازمان‌های رادیکال، حتی سازمان‌هایی که مقابله مسلحانه می‌کنن وجود داره و قتل عام اونها انجام نمیشه. اینها رو دستگیر می‌کنن، زندانی می‌کنن، بازجویی می‌کنن و این عمل اعدام به این شکل وحشیانه‌ای که در نظام جمهوری اسلامی ایران انجام شد انجام نمیشه و متاسفانه جامعه ما باز واکنشی نشون نداد نسبت به این مسئله. خب ما یک دهه بسیار خونینی داریم که بهش میگن دهه 1300، دهه 60 و اوج این قتل عام‌ها که در حقیقت تابستان 1367 بود که متاسفانه همینطور که اشاره کردیم در مرداد و شهریور 1367 بیش از 4000 نفر در فاصله بسیار کوتاهی اعدام شدند و باز هیچ اعتراض جدی در جامعه ما به وجود نیامد جز خانواده‌های اونها و یک بخش کوچکی از جامعه که حتی اون هم به اصطلاح امکان اعتراض جمعی براش وجود نداشت و تنها اعتراضات که دیده شد اعتراض مثلا آقای آیت الله منتظری بود که ایشون هم مورد خشم و غضب خمینی قرار گرفت و اون اعتراض هم متاسفانه چون در پنهان بین خود ایشون و بقیه رهبران نظام انجام شده بود بیرون واکنش به اصطلاح بیرونی پیدا نکرد تا ماه ها بعدش که آیت الله منتظری رو کنار گذاشتن و بنابراین خانواده ها جامعه متوجه نشد که چه گذشت و نتونستن اقدامی بکنن در رابطه با متوقف کردن این موج جنایتی که در زندان های جمهوری اسلامی ایران انجام شده. اعدام ها و خشونت در جمهوری اسلامی ایران متاسفانه فقط در رابطه با سیاسی ها هم نیست. جمهوری اسلامی ایران از همون ابتدای تأسیسش به جرائم گوناگون از سرقت و نمیدونم دزدی و جنایت و مواد مخدر گرفته تا اتهامات اقتصادی، زمیندار بودن، سرمایه‌دار بودن، بسیاری از افرادی که اعدام شدن سرمایه‌دار بودن در ایران، زمیندار بودن در ایران و این موج اعدام ها در بخش غیر سیاسی جامعه هم به شدت به مراتب بیشتری وجود داشت. متاسفانه اون چه که ما تا به حال سازمان های حقوق بشری موفق شدن آمارهایی رو جمع آوری بکنند حداقل 60,000 نفر در جمهوری اسلامی ایران در این چند دهه اعدام شدن، یعنی فقط رسما اعدام شدن به دلایل سیاسی و غیر سیاسی. بسیاری معتقدند که بیش از 20,000 نفر از سیاسیون ایرانی طی به اصطلاح دهه اول انقلاب در ایران اعدام شدند، تمام افرادی که عضو سازمان‌های سیاسی یا هوادار اونها بودند یا به هر حال به عنوان هوادار سازمان‌های سیاسی، گرچه بعضی از اونها کاملاً بی‌گناه یعنی هیچ رابطه‌ای هم با سازمان‌های سیاسی نداشتن، دستگیر شدن و به زندان‌ها افتادن و بسیاری از اونها هم اعدام شد. چرا این اتفاق افتاد؟ چنانچه گفتم ما واقعاً فراموش کرده بودیم که وقتی که کسی رو اعدام می‌کنن مقابله بکنیم با اعدام. ما نگران اعدام نبودیم برای خودمون، اعدام رو به اصطلاح حق خودمون نمیدونستیم. به قول معروف میگن مرگ حق برای همسایه. تمام کسانی که در اون روزها شاهد اعدام ها بودن تصور نمیکردن که روزی خود اونها هم به اصطلاح اعدام، در مقابل اعدام قرار بگیرن، در مقابل دادگاه هایی قرار بگیرن که این اعدام ها رو انجام میدن. و متاسفانه در جامعه ما گروه‌های سیاسی خود اونها به قدری نسبت به هم سمپاشی سیاسی می‌کردن و اتهاماتی رو به هم دیگه می‌زدن که حتی حس همبستگی هم زمانی که دسر افراد این گروه‌ها رو اعدام می‌کردن در بین اونها به وجود نمی‌اومد و حتی در مواردی بعضی‌ها خوشحال می‌شدن وقتی
افراد گروه‌های مخالفشون رو اعدام می‌کردن و شاید هم یکی از دلایل موفقیت جمهوری اسلامی در این بود که جامعه رو از همون ابتدا تقسیم بندی کرد به انقلاب و ضد انقلاب و توهمی به وجود آورد که اونهایی که ضد انقلاب هستن حق زندگی ندارن، حق حیات ندارن و اون وقت به راحتی هر زمانی یک گروهی رو در چهارچوب ضد انقلاب قرار میداد و شدیدترین برخوردها رو با اونها میکرد و جامعه هم متاسفانه واکنشی نشون نمیداد. اون چه که ما امروز داریم میبینیم این هستش که متاسفانه بعد از 4 دهه که از وضعیت سیاسی در ایران میگذره هنوز موج اعدام‌ها ادامه داره. یعنی اونهایی که معتقدن یا سعی میکنن که بگن این اعدام‌ها به این دلیل بود که گروه‌های سیاسی رادیکالی بودن، ترور میکردن، انفجار انجام میدادن، بعد به اصطلاح درگیری سیاسی بود، بعضی ها معتقدن که جنگ بود و در جنگ به قول اونها حلوا پخش نمی کنن، بعد خب گروه های سیاسی از حکومت می کشتن و حکومت هم از اینها رو اعدام می کرد که این البته یک دروغ بزرگ است و نباید باور کرد. اول از همه گروه های سیاسی، تعداد بسیار معدودی از گروه های سیاسی در ایران بودند که تحت فشار بیش از اندازه که برای اونها امکان فعالیت سیاسی نبود به مقابله و جنگ با جمهوری اسلامی کشیده شدن، و دوم اینکه حرکت رادیکال یک گروه سیاسی به هیچ عنوان نمیتونه دلیل موجهی باشه برای خشونت و کشتار اعضای اون گروه توسط حکومت. حکومت‌ها همیشه باید در حفظ به اصطلاح صلح، تنش زدایی در جامعه عمل بکنن و حکومت هایی که به تنش زدایی کمک میکنن و خشونت رو در جامعه رواج میدن اونها در حقیقت مقصر هستن در رابطه با تمام جنایت هایی که اتفاق میفته در یک جامعه، و این رو نباید به هیچ عنوان به گروه های سیاسی یا شرایط خاص اون زمان موکول کرد. متاسفانه بعد از 40 سال که از این حادثه گذشته، بعد از 3 دهه ببخشید 3 دهه و 40 سال که از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران گذشته، هنوز بسیاری سعی میکنن که بگن که این حوادث به دلیل وضعیت اون زمان بود و اگر گروه های سیاسی اون رفتار رو نداشتن چه بسا این اتفاقات نمیافتاد. این واقعا شرم‌آور هست که این حرفا رو میزنن و سعی میکنن به جای پذیرش جنایتی که حکومت کرده در توجیه اون عمل بکنن، چرا که اول از همه وقتی شما این جنایت رو توجیه میکنید به هر دلیلی احتمال وقوع مجدد اون هست، چرا که همیشه این احتمال هست که دوباره جامعه ایران، دوباره کشور ما در یک شرایط بحرانی قرار بگیره، در یک شرایط جنگی قرار بگیره، در شرایطی قرار بگیره که ناراضیان در داخل کشور طغیان بکنن و کسانی که اون شرایط رو برای به اصطلاح جنایت‌هایی که حکومت کرده تجویز میکنن میتونن دوباره همین شرایط رو به اصطلاح همون اقدامات رو تجویز بکنن، چرا که باز دوباره میتونن بگن که کشور در حال جنگ هست، شرایط به اصطلاح اضطراری هست، گروه های سیاسی یا مردم معترض دست به شیوه های به اصطلاح غیر مدنی زدن و سعی بکنن کشتار مجددی رو سازماندهی بکنن و خشونت جدیدی رو در جامعه ما بپا کنن. ما متاسفانه میبینیم که این کشتارها، این اعدامها همچنان ادامه داره. تصویرهایی که شما اینجا میبینید اینها از روح الله زم گرفته تا بقیه افرادی که اینجا هستن، اینها همه افرادی هستن که در همین روزها یا اعدام شدن یا زیر حکم اعدام هستن و قرار هست که اعدام بشن. متاسفانه جمهوری اسلامی ایران دست از جنایت و خشونت بر نداشته و همچنان این جنایت و خشونت ادامه داره در کشور ما و داره به اصطلاح تکرار میشه.
اون چه که در پایان صحبت باید بهش اشاره بکنم، بعد ما واقعا باید قدردان خانواده ها و مادرانی باشیم که در تمام این سالها به خصوص در تهران در مزار خاوران گرد هم اومدن و اجازه ندادن که این جنایت وحشیانه و کشتارهایی که جمهوری اسلامی ایران کرد که اوجش کشتار تابستان 1367 بود فراموش بشه و این رو زنده نگه داشتن و این امید رو زنده نگه داشتن در جامعه ما که جنایتکاران روزی محاکمه خواهند شد، کشتار و جنایت اونها فراموش نخواهد شد و امیدوار هستیم که روزی دادخواهی خانواده ها به نتیجه برسه و کسانی که دست در کار این جنایت ها بودند محاکمه بشن، به سزای اعمالشون برسن. ولی یک چیز رو نباید ما فراموش بکنیم و اون این هستش که اگر ما نمیخوایم که دوباره داغ اعدام رو بر سینه خانواده ها ببینیم، باید از همین الان مخالف اعدام باشیم. ما مخالف اعدام نبودیم، چرا که تصور نمی کردیم ما رو اعدام خواهند کرد. تصور ما این بود که دیگران رو اعدام می کنن، ما اعدام نخواهیم شد. اگر در همون روزهای ابتدای انقلاب جنبش ضد اعدام در کشور ما به وجود آمده بود و اعدام لغو شده بود، ما امروز حداقل طبق همین آماری که داریم بیش از 60,000 نفر انسان میتونستن که کنار خانواده هاشون باشن، میتونستن که زندگی رو جشن بگیرن به جای اینکه ما در سالگرد اعدام اونها و قتل عام اونها دور هم دیگه جمع بشیم. مخالفت با اعدام به نظر من بهترین وسیله هست برای انتقام گیری از اون چه در گذشته اتفاق افتاده و اجازه ندیم که دوباره شرایطی به وجود بیاد که اعدام تکرار بشه، برای هیچ کس تکرار نشه، حتی برای جنایتکاران، چرا که اونها هم خانواده دارن، اونها هم فرزند دارن، پدر مادر دارن و اگر قرار هست مجازاتی انجام بشه که باید انجام بشه، اونها باید مجازاتی مثل بقیه مجازات هایی که در کشورهایی که اعدام وجود نداره در مورد اونها انجام بشه و جامعه ما هم از دور باطل کشتار یکدیگر در بیاد و هم اونها به اصطلاح سزای اعمالشون برسن و خانواده ها هم به دادخواهی اونها هم پاسخ داده بشه. به هر حال مادران، خواهران، خانواده های زندانیان سیاسی اعدام شده برای ما میراثی رو به جا گذاشتن که این میراث میتونه کمک بکنه ما رو در ایجاد جامعه فارغ از خشونت، فارغ از ظلم و اعدام، فارغ از جنایت های بی حد و حساب، بعد جامعه ای که بر اساس عدالت و دادخواهی استوار بشه. جا داره که همه ما از این خانواده ها سپاسگزاری بکنیم. متاسفانه بسیاری از این مادران این روزها دیگه در کنار ما نیستن. مادرانی که عکس هاشون رو اینجا میبینین، بسیاریشون دیگه در کنار ما نیستن، ولی اون چرا که به جا گذاشتن، خاوران و داستان خاوران و داستان ظلم و ستمی که در کشور ما شده رو برای همیشه اینها با وجودشون، با شکنجه هایی که شدن، با روزهای سختی که در خاوران دور هم دیگه جمع شدن، گریه کردن و دادخواهی کردن، برای ما باقی گذاشتن. یاد همه زندانیان سیاسی که اعدام شدن، دوستان رفقای ما همه گرامی، یاد مادران، خانواده های اونها گرامی و با امید این که روزی بشه که این دادخواهی نتیجه بده، عاملین و مسئولین این جنایت ها به مجازات برسن و دور باطل جنایت و خشونت و اعدام در کشور ما برچیده بشه. از همه شما بسیار بسیار ممنون هستم.